سلام، برنامه تحول. ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. خط فاصل میان جمهوریت و امارات بحث است که بیشتر فاز نگرانی خیلی جدی را بین حلقات سیاسی در کابل برانگیخته و نهایتا بحث دفاع از ارزش‌های جمهوریت و مردم سالاری تا یک حد زیاد در بین حکومت و بیرون از حکومت تا حد زمزمه میشه. پرسش‌های هم همزمان نسبت به این وجود داره که آیا ما به مفهوم واقعی کلمه جمهوریت و مردم سالاری داریم یا با اکت جمهوریت و مردم سالاری یک مشت افراد قلدر حوزه سیاست به مشت گرفته و بیشتر ارزش ها را بازم به گونه پوپولیستی به رخ مردم میکشه و نهایتا این خط فاصله که از بود انتزاعی ترسیم شده آیا میتونه یک موج منسجم و قابل باور برای دفاع ارزش ها در درون افغانستان ایجاد کنه؟ آنچه که تناقض بین نوع نگاه سپیدار و حکومت افغانستان تا حد زیاد در انعطاف و عدم انعطاف صلح با طالبا دیده میشه. و بس طالبا، چقدر طالبا توانمند هستند، چقدر طالبا میتونن امو چارچوب ایجاد شده توافق با آمریکا را در دوحه که در او هم بحث حکومت اسلامی تا یک حد زیاد روش بحث شده و در ماده های از او گنجانیده شده صرف نظر از بحث جمهوریت و مردم سالاری میتونن با او هدف برسن و این مقاومت را به گونه منتفی کنن. مجموعی وارد بخواییم بحث بکنیم. با ما از ایالات متحده آمریکا محمد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان، از کانادا است و دکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر از کابل، از افغانستان ما وصل هستند. خوش آمدید میگم هر دو مهمان را. بحث را با آقای صمد میخواییم آغاز بکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین آقای صمد برای بحث و پرسشون خواستم هم در مورد امی خط فاصل از فکر میکنین که حداقل نقطه قابل باور انسجام در کابل بر دفاع از ارزش هایی که همواره روی از او با عنوان نگرانی تاکید میشه شکل گرفته یا نه؟ ولی تشکر، تشکر از شما آقای فیاض و سلام به شما و خانم سیما سمر دوست گرانمایه ما و به تمام بینندگان عزیز شما. یک موضوعی به اندازه مهم مطرح کردین، قضیه است که یقینا از این به بعد افکار آمر مصروف نگاه خواهد کرد. تا به حالم مبصرین و تحلیلگرا درباره از این که جمهوریت یعنی چی، تجربه 20 سال گذشته جمهوریت در افغانستان چی بوده، خوبی ها و بدی ها، دستاورد ها، ناکامی ها، شکست و چالش ها و این آن چی بوده و امروز در کدام موقف قرار داریم از لحاظ ارزش هایی که در چوکات جمهوریت چیزی که میدانیم و میگوییم ادعا میکنیم چی است و چی میبود و چی باید باشد. در برابرش هم چیزی را که بسیار به ندرت و به شکل یک اندازه مبهم حرکت طالبان تا حال اظهار کردن، چون ما در مورد دیدگاه های از اونا، مفکوری از اونا و آیا و امی مردمی بودن مفکوره هایشان تا حال معلومات کافی نداریم. چیزی که داریم البته از 25 سال تجربه که با طالبان داشتیم در دو مرحله رو تقسیم کنیم، یکی مرحله دهه 90 و بعد از اون مرحله ما بعد 11 سپتامبر، یعنی 20 سال گذشته که در دو سه سال اولش طالبان تا حد زیاد خاموش بودن و در پناهگاه های خود پس دوباره رفته بودن و بعد سال 2004-2005 پس ظهور کردن، تا به امروز میبینیم که باز حرف های بیشتر داشتن، به این جای شک نیست، اظهارات نظر بیشتر داشتن، دید و بازدید های بیشتر داشتن و طالبان هم از یک گروه کاملا منحصر به خود به گروه بین‌المللی ما بدل شده و حال با جهان و با کشورهای بزرگ جهان مینشینن و صحبت میکنن و حالا میخواین با متباقی افغانها و اونایی که تا به حال به اصطلاح حریفشان بودن و در مقابلشان قرار داشتن بینشینن صحبت بکنن. برای ما باید، ما را باید در نقطه برسانه که اولا قبول شده که امی گفتمان صورت بگیره و این نشان دهنده عزیز که فعلا طرفین به این نتیجه رسیدن و امیدواری همی است که به این نتیجه باقی مانه، امی مفکوری از این که از رای صلح و از رای گفتمان سیاسی ما مشکلات خود حل کنیم، نه
نه دوام جنگ و خشونت. و امیدواریم امی است که امی در گفتمان باز شوه، دیالوگ باز شوه، صحبتایی که بسیار امکان داره صحبتای سخت و محکم و مشکل باشه در مورد نظام، نظام سازی، در مورد حق و حقوق، در مورد چوکات بندی در همه عرصه ها در آینده باید به همه از اینا پرداخته شوه. و انتظار مردم هم امی است که بیشتر بدانیم که اونها چی میخواین و ما چی ارزم. یک بحث باورمندی یا بیشتر توجه روی باورمندی ها در درون هم هست. حالا مردم که از این حکومات بعد از بون خیلی زیاد راضی نیستن و همواره همه چیز خود از دست دادن برای زراندوزی، یک مشت افراد که از قدرت استفاده سو کردن و موارد متعدد دوسیه‌های فساد و نو نگاه بر انتخابات های پی در پی که بیشتر رای مردم در او سرنوشت ساز نبوده، تا یک حد باورمندی نسبت به مو مردم سالاری و جمهوریت از بین رفته. حالا جمهوریت یعنی چی؟ جمهوریت احترام برای من، برای دیگرا که در انتخابات هم متاسفانه ما او را ندیدیم. یکی هم نو نگاهی همی حلقه شکل دهنده حکومت است که بیشتر از طایفای قدرتمند چی از افراد احزاب سنتی محافظه‌کار جهادی یا از احزاب اصلاح طلب تکنوکرات شکل یافته. در مجموع اینا یک نو نگاه متفاوت دارن در برابر یک موج تهدید طالبا. فکر میکنین که همین موج سازنده حکومت یا ساختار سیاست در افغانستان آشتی پذیر است اول در بین خود برای دفاع از جمهوریت یا نه؟ در کنار خب اینا چون در یک فضای آزادتر و بازتر زندگی کردن، نظریات متفاوت در بینشان دیده میشه، شنیده میشه، وجود داره، همه ما شما شاهدش هستیم. ولی دیدگاه در قسمت صلح باید از یک مجمع بالاخره شروع شود، از مجامع مختلف شروع میشه و با یک اجماع باید بالاخره بیانجامه. به این معنا که در یک چوکات باید نظریات مختلف ساحه به اصطلاح جمهوریت یا ساحه نظام مابعد 11 سپتامبر قرار بگیره که در اونجا ما سری بعضی موضوعات اساس و استراتژیک باید به تفاهم برسیم. کاری که دیمی دو سال متاسفانه صورت نگرفت و اگر گرفتم مقطعی بوده یا برای مقاصد بسیار پیش پا افتاده و یا کوتاه مدت بوده و برای امتیازگیری سیاسی بوده و یک شکل استراتژیک نداشته. در مقابل طالبان با یک موقف منسجمتر و بدون از اینکه در بینشان اختلافات ظهور کنه، اگر هستم اختلافات خودشان مدیریت میکنن و بالاخره به یک نتیجه میرسن و باز در سر میز مذاکره البته او را مطرح خواهد کرد، قسمی که با امریکایی‌ها کردن. و فراموش نکنیم که شکل مذاکره که طالبان با امریکایی‌ها در دو سال گذشته انجام دادن یک نمونه است برای ما. من فکر میکنم که از این بعد هم ما باید امیر مطالعه کنیم که طالبان به چی شکل با امریکا برخورد کردن. ما خودم کوشش کردیم که در این باره بسیار معلومات جمع کنم که برخورد طالبان چی بوده و امریکا مثلا به چی شکل تانسته که به یک تفاهمی با اینا برسه. ولی طرف ما، طرف امی نظام معبد 11 سپتامبر، من فکر می‌کنم کار خانگی خود انجام نداده، به طور درست انجام نداده، به طور منسجم انجام نداده. و می خاطر است که اختلافات زیادتر دیده میشه، انعکاس پیدا میکنه و اینطور نشان داده میشه که گویا اختلافات کلش اینا بالاخره منجر میشه به یک حالت پراگنده در سر میز. بسیار بسیار زیاد تشکر آقای صمد. برمیگرده به شما. ما در کابل خانم سمر داریم. بسیار خوش آمدین خانم سمر. شما در درون هستین و تا حد زیادی هم قضایا رو دنبال کردین. حالا یک پرسش خیلی ابتدایی که برای مردم حداقل مطرح است، چقدر بحث جمهوریت یک بحث مهم برای امی کتله که قدرت را اعمال میکنه هست؟ آیا واقعا اینا به خاطر جمهوریت مبارزه خواهد کردن یا به خاطر تعریف جایگاهشان در قدرت، در قدرت بعدی؟ سلام به شما، سلام به سفیر صمد و همچنین به بیننده‌های محترم تلویزیون آریانا. اجازه بدین من اول ابراز همدردی بکنم و با فامیلای قربانیان جنگ در افغانستان، به خاطر از اینکه قربانیان جنگ نباید پروسه صلح کاملا به فراموشی سپرده شود.
در رابطه با بحث جمهوریت و دیدگاه طالبان در این رابطه و اینجا ما چی فکر میکنیم؟ ما میخواییم بگویم که به هر صورت در این جای شک نیست که ما مشکلات بسیار جدی در حکومت داریم و در اعاده و تعمیل تمام ارزش‌های جمهوری داریم در افغانستان. اما اگر مقایسه کنین شما جمهوریت فعلی را با حکومت‌های قبل از یعنی قبل از 11 سپتامبر، چی حکومت طالبا، چی حکومت مجاهدین، چی حکومت دکتر نجیب و قبل از دکتر نجیب، اینا شرایط فعلی با تمام کمبودی‌هایش بسیار بهترتر است از اون زمان. شما تصور کنین که ما الگو خیلی هم نقطه سیاره قرار نمیتیم. ما الگو بیشترمو بعد به خاطر توجیه بدتر به خاطر توجیه بد قرار نمیدیم. حالا فرصت های خیلی کلان هم جامعه بین الملل به افغانستان به وجود آورد که میتونست یک نظام خوب جمهوری شکل بگیره تا وضعیت امروز. من فکر میکنم که ما اگر مقایسه نکنیم حکومت های 40 سال قبل افغانستان با شرایط فعلی، اشتباه میکنیم. به خاطر از اینکه حتی همین زمینه که حالا شما به می آزادی گپ میزنیم، همین زمینه دمی بعد از کودتای سرد در کجا وجود داشته؟ یک واقعیت است. اما شما در کشور مثل افغانستان که اکثریت مطلق نفوسش متاسفانه بیسواد است و دوران جنگ هم فوق‌العاده مردم عقب نگاه داشته از مسائل تعلیم تربیه و دیگر دسترسی به خدمات صحی و غیره و غیره، اما امکانات خوب جمهوریت. شما تصور کنین که اینجا نصف نفوس شما... جامعه افغانستان تا زمان طولانی را رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان باقی ماندین و سر دوسیه های خیلی زیاد جنایت در افغانستان کارم کردین. حالا نو نگاه مردمی است که همو جنگ سالارای دیروز همو جنایتکارا تا حد زیاد در تصحیم قدرت سیاسی همواره نقش درجه یک و کلیدی داشته. یک فرد، یک جوان به خاطر یک موبایل در حوزه نزدیک حوزه از بین میره، دلیلش همی است که آمر و حوزه توسط یک رهبر جهادی یا یک رهبر سیاسی که بیشتر با ارزش‌های دموکراتیک باورمند نیست معرفی میشه تا اصل امو سیستماتیک. چقدر این وضعیت غیر قابل قناعت برای مردم است فکر میکنین؟ حالا تنها صحبت کردن در رسانه‌ها یا انتقادها نمیتونه یک الگوی تمام شمول برای جمهوریت و مردم سالاری در افغانستان باشه؟ بله، من با شما هم عقیده هستم که نمیتونه تنها آزادی بیان نمونه از جمهوریت باشه، ولی یک گوشه بسیار اساسی جمهوریت است، یکی از آزادی های بسیار بنیادی انسان ها است. در این که من خودم گفتم که شرایط فعلی یعنی قناعت بخش نیست بر اکثریت مردم افغانستان، اما آوردن جمهوریت در یک کشور تمام قوانین دو مراعات شوه و مردم از تمام آسایش و امنیت انسانی برخوردار باشم کار بسیار آسان نیست. اگر جنگ سالارا، اگر یک تعداد کسایی که متهم است به جنایت جنگی و غیره و غیره هنوز هم در قدرت هست، در اینجا رول مردم هم بسیار اساسی است. یعنی مردم به مو آگاهی رسیده که همینا را دوباره انتخاب نکنند، پشت از همی روان نباشه، یک واقعیت است. پرسش شما از همی جا برمیخیزه خانم سمر که یک فرد، یک قماندان محلی دیروز که جز یک جوره بوت کنده و یک جوره لباس جولیده چیز نداشت، امروز صاحب هزارها میلیارد دلار در افغانستان است و بیرون سرمایهش بیرون رفته و امی قدرت جمهوریت 20 ساله بر از اونا فرصت خیلی خوب زراندوزی بود، امروز آمونا نبض تصمیم گیری سیاست در دستشان است. فکر میکنین که ای کتله افراد واقعا پابند به ارزش های دموکراتیک باشه که بره به خاطر ارزش ها چانه‌زنی کنه یا برای حفظ جایگاهشان در قدرت؟ البته باید بعد از اینکه جلسات شروع شوه و مذاکرات بین الافغانی شروع شوه این میتونه تثبیت شوه. ما پیش از پیش نباید بسیار قضاوت منفی بکنیم به نظر من. و در رابطه با اینکه یک تعداد افراد واقعا بسیار سرمایه دار شده، فکر نمی کنم کسی هزارها میلیارد دلار داشته باشه، ولی شاید 2-3 میلیارد دلار مردم داشته باشه. ای به دلیل عدم حاکمیت قانون بوده، به دلیل ادامه فرهنگ مافیات بوده، به دلیل عدم پاسخگویی در قبال زراندوزی های نامشروع بوده.
به این دلیل است که من فکر میکنم منوز هم تاکید میکنم که به هر صورت این امی رژیم فعلی که ما میگیم به نام جمهوریت بسیار بهترتر است از او شرایط قبلی که مردم افغانستان داشت زندگی کرده. اگر قرار باشه که ما بگوییم که مردم نتونه زراندوزی بکنه ولی در زندان باشن، شرایط را که طالبان سر مردم تحمیل کرده بود و هم قابل قبول نیست، هیچ قابل مقایسه نیست. ما اجباراً مجبور هستیم مقایسه بکنیم، بعد با بدتر مقایسه بکنیم و بعد انتخاب بکنیم. یک واقعیت افغانستان است، واقعیت‌های جوامع بعد از جنگ هم طور است با تأسف فراوان. بنابراین من فکر میکنم تمام گپا ارتباط میگیره با آگاهی مردم، با اعتماد مردم و پروسه. ولی امی جمهوریت که گیرم 1 میلیون نفر یا 1.5 میلیون نفر یا 2 میلیون نفر رفتن به پای صندوق‌های رای دادن، بسیار بهترتر است از او امارات که یک آدم که هیچ کس او را به اصطلاح نماینده نگرفته و میای تمام صلاحیت زندگی به این رای احترام گذاشته شد. خانم سمت و این رای احترام گذاشته شد لااقل در چند انتخابات افغانستان فکر میکنه؟ با تأسف که نه، در این جای شک نیست، درست؟ ولی وقتی که ما دفاع میکنیم از جمهوریت، معنایش این نیست که ما همی جمهوریت که فعلا داشتیم باید از همی دفاع کنیم. دفاع میکنیم از یک ارزش مردم سالاری، از اشتراک مردم در قدرت. در جمهوریت طالب هم میتونه جای خود داشته باشه، ما میتونیم جای خود داشته باشیم، یک کس دیگه هم میتونه، شما میتونین جای خود داشته باشید. اما در امارت کی جای خود داره؟ خانم سمر، در حالا من متهم به بحث جمهوریت ستیزی نشم، این پرسش هایی است که تا یکده پیش مردم است. در جمهوریت موجود مردم به جای دریافت آزادی های ارزشی خود دنبال امنیتشان است و تلاش میکنن که در یک روز که از صبح از خانه میبرن تا شام کشته نشن به خاطر یک موبایل یا به خاطر چند هزار افغانی. حالا مردم نانم فراموش کرده و ارزش های اساسی که نظام های دموکراتیک داره. و اگر از شما پرسیده شوه که به خاطر تامین امنیت فرزندایتان از جمهوریت موجود، اگر شما انگشت مانین روی امنیت انگشت میمانین یا روی جمهوریت؟ البته من بازم در یه جا شک نیست که امنیت انسانی برای هر انسان یک ضرورت است. یعنی ما حیات وقتی که میخواییم حیات داشته باشیم، امنیت در پولیش میخواییم داشته باشیم و او امنیت در سایه اگر قرار باشه که مردم خفه بکنن، همه چیز هیچ کس حق هیچ کار نداشته باشه، حق سفر نداشته باشه، حق گپ زدن نداشته باشه، حق حتی لباس پوشیدن و انتخاب مثلا مردا حق عزیز نداشته باشه که ریش خود بتراشه یا با کدام اندازه دراز کنن، او باز آزادی نیست، او باز امنیت نیست. امنیت ما در چی میبینیم؟ امنیت دوران طالبان؟ کی امنیت داشته در او دوران؟ یعنی در امارات اسلامی طالبان کی امنیت داشت؟ واقعیت همی است. من نمیخوایم دفاع بکنم از وضعیت نابسامان فعلی. لااقل یک جوان 15 ساله به خاطر موبایلش کشته نمیشد خانم سمر. پالو یوزه. بسیار کسا کشته شد آقای فیاض. یک دختر 8 ساله را که گلونش بریدن و کشته نشد، به نظرتان هیچ موبایل هم نداشت. و امروز هر روز ده ها تن کشته میشن. دمی روزا هم کشته میشه هر روز. اتونست که تنها در یک سمت به خاطر موبایل کشته شد. در دیگه سمت هم به خاطر هیچ چیز، به خاطر قومش کشته میشه. به یک قوم ارتباط داره کشته میشه. به یک طرز تفکر ارتباط داره، عقیده داره کشته میشه. یک واقعیت است. خانم سمر، چقدر باور دارین که لااقل ما قدرت دفاع نمی جمهوریت که شما توصیفش میکنین در درون داریم؟ من دیروز با معاون شورای عالی مصالحه صحبت داشتم، حداقل یک جلسه هم در ارتباط به چگونگی آجندا نگرفتن و هیئت مذاکره کننده در حال میره که قدرت فکری هم فوق العاده پراگنده است در درون. چقدر فکر میکنین که ما عقب ماندیم لااقل بر او ارزش های نمادینه که بیشتر در رسانه ها روی از او تاکید میکنیم تا وقت عینی؟ نه، من موافق هستم که مشکلات بسیار جدی وجود داشته و در بحث های دیگه هم همراه شما این مسئله رو مطرح کردیم. متاسفانه پراگندگی این طرف و تشنجاتی که در این طرف غیر طالب یا غیر امارت است، این خودش یک ضربه است، یک ضعف است.
در این راستا من فکر میکنم ما شما هر کسی دیگه که اعتقاد داره به آزادی ها و حقوق بشر باید تلاش بکنیم. حالا از هر طریق ممکن باید تلاش بکنیم که منسجمتر و با اعتماد به حمایت مردم پیش بریم. این کمبودا را شما میبینید، ما میبینیم متاسفانه تشنجات سیاسی که وجود داره این به نفع هیچ کس نیست، به نفع طرف غیر طالب نیست، به نفع طالب ها هست که از این تشنج و از این پراگندگی ما استفاده میکنن. به اون خاطر من نمیخوایم که بگویم که جنایت در کابل نبوده یا در اطراف نبوده. در ولسوالی خاک جبار کس رفته نمیتونه، رو تلویزیون شما نشر کرده چند لحظه پیشتر اخباره. این واقعیت هست. اینا لبرازی نمیشه که ما بگویم که به خاطر این وضعیت که فعلا وجود داره ما از اصل ارزش‌های جمهوری نباید دفاع بکنیم. درست؟ حالا کمبودای جمهوری افغانستان من نمونه نمیکشم، ولی واقعیت همی است. ما بازم تاکید میکنم که حکومت فعلی با تمام عیبایش، با تمام تشنجاتش، با تمام فسادی که وجود داره و تمام قوم پرستی و نژاد پرستی و تبعیضی که وجود داره بسیار بهترتر از هم از حکومت ترکی و ببرک و امین و مجاهدین و طالبان. حالا بس ما همینجاست که بس ما همینجاست خانم سمر که ما همین خط فاصل بین جمهوریت نمادین امروز که شما روش صحبت میکنن و امارات که احتمالا طالبا روی از او فکر میکنن در کجا است و از کدام طریقه میتونیم همین بیلانس وجود بیاریم. اجازه بدین به شما برمیگردیم خانم سمر. آقای سمد پرسش مطرح کنیم که حداقل دیدگاه های سومی در بین حلقات سیاسی و مردمی است که جزمگرایی نمیتونه مشکل افغانستان را حل کنه. یک طرف اگر تمام قدرت بگیره باز هم چالش های خیلی بزرگ برای آینده سیاست در افغانستان باقی خواهد ماند و رای ایدال و خوبی است که امی توازن در تقسیم قدرت بین کابل و دوحه در نظام سازی بعدی شکل بگیره. اما آیا قابلیت این توازن در درون فکر میکنین است و در آجندای کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا شامل خواهد بود یا نه؟ بله، سوال مهم است. ببینین مشکلات نظام های مختلف در گذشته داشته، فعلا هم بسیار زیاد داره و نمیشه که ما موضوع را منحصر بکنیم به این که جمهوریت بر علیه امارت یا امارت و جمهوریت کدامش خوش میکنیم. و فکر میکنم که مردم خواهان ازی هستند که نخبگان و بزرگواران و رهبران و کسانی که احساس مسئولیت دارند در برابر کشور و مردم خود اینا رای حل بسنجن، از گذشته بیاموزیم، از این جمهوریت 20 ساله ناقص که خود ما به دست خود ایره تخریب کردیم تا حد زیاد. بله دستاوردم داریم، بله بعضی کارهای خوبی هم انجام صورت گرفته، ولی در عین زمان ما میبینیم که همه ما شاهد ازی بودیم از روز اول که فرصت‌ها را چطور از دست دادیم و ما چطور ارزش‌ها را خود ما زیر پا کردیم و معتقد به اونا نبودیم و به چشم مردم خاک زدیم و آب گل‌آلود کردیم و منافع خودی و شخصی و گروهی بالاخره همه چیزا منحصر شد. لحاظا از این باید بیاموزیم، از گذشته هم بیاموزیم، از اون دوره تاریک طالب هم باید بیاموزیم و امیدوار هستیم که طالب خودش از اون دوره خود تاریک خود آموخته باشه و طالب آل یک اندازه زیر تاثیر روشنگری و اینا قرار گرفته باشه و بعضی فشارهای بیرونی بالای طالب از طرف حامیانشان و دوستانشان به شمول فشارهای از جامعه اسلامی دیگر کشورها بالاشون تاثیرات مثبت داشته بوده باشه. حالا ما باید بحث مناسب بسازیم با فکر خود و هوش خود بالای حال و آینده و چطور ما امی رای سیوم رایی را که یک توازن ایجاد کنه، رایی که بتونه که از خوبی های گذشته هم استفاده بکنه و از بدی های گذشته هم پند بگیره و از او استفاده کنن در ساختار یک نظامی که در او مردم اعتماد و اعتبار بیشتر داشته باشن هم به رهبرای خود هم به نظام خود. ما برای امی توازن صحبت های خیلی زیاده با برخی از رهبرای سیاسی در درون افغانستان داشتیم لااقل و نه نگاه طالبان یا حداقل در یک اعلامیه موقف رسمیشان این بوده که ما به تنهایی نمیتونیم اقتدار ادامه بدیم، نیاز است که این قدرت باید تقسیم شود بین جناهای دیگه هم تا ما یک افغانستان با ثبات و همه شمول داشته باشیم. اما در اینجا هنوز هم اعتماد یا همو آشتی پذیری در کابل وجود نداره.
برخی از رهبرای سیاسی هنوز هم در تلاش در زدن حکومت هستند و تعاملات مستقیم با طالبان به دلایل مختلف که حکومت کمکاری کرده یا با مکارای خانگی خود با توجه به منافع ملی انجام نداده یا موارد دیگه. حالا بس هیچ است که امی قابلیت یا امی شانس که طالبان یا جامعه بین المللی برای توازن سازی در درون کابل داده باشه، ممکن است امی ظرفیت در اینجا باشه که بتونه از این دفاع کنه یا حلقاتی که بیرون از ساختار قدرت فعلا باقی مانده به گونه نو نگاه طالبان را در دوحه پررنگ‌تر بسازه و حکومت در انزوا باقی بمانه؟ خب ببینین، این من فکر می‌کنم مرحله وار امکان داره که ایجاد شوه. امی ذهنیت، امی طرز تفکری که ما یک راه حل باید بسنجیم و یک جا به یک توافق برسیم، جر و بحث داشته باشیم، ما شما باید با هم دیگر امو ارزش های خود در رقابت با هم قرار بدیم، یک بحث علمی باید داشته باشیم، هم از لحاظ اسلامی هم از لحاظ مدنی، و ما باید یک تیم قوی داشته باشیم که همینطور یک بحث بتونه که به کرسی بشونه. ولی ببینین، اول اراده سیاسی ضرورت است. ما تا به حال هنوزم در ذهنیت از این قرار داریم که چطور چوکی خوره نگاه کنیم و در یک مبارزه برای قدرت هنوزم ما قرار داریم. ما باید همین ذهنیت تغییر بدیم به این که ما چطور قدرت بگذاریم که در آینده دوباره پس مردم سالاری، معنیش همین است که مردم قدرت باید بسپارن به یک حزب یا یک شخص یا یک گروهی، و طالبان را هم ما چطور متقاعد بسازیم که هم برای خودشان، هم برای متباقی افغانستان و هم برای جایگاه ما در جامعه بین المللی و برای از اینکه جامعه بین المللی در آینده کمک‌های خود به افغانستان بتونه دوام بده، چطور ما میشه که یک نظامی را ایجاد کنیم که هم مردم برای مردم افغانستان قابل قبول باشه و هم برای منطقه ما که یک منطقه بسیار جنجالی است و ما با موضوعات جیوپولیتیک نمیخوایم وارد داخل شم، و هم برای جهانی که من فکر میکنم در آخر روز خسته شده از جنگ افغانستان، از پرداخت پول برای افغانستان و میخواهد که یک راه حلی که شما میگین متوازن باشه و قابل قبول باشه. ولی به هیچ صورت معنی از این نیست که 100% دلخواه این طرف یا اون طرف باشه. ما باید در اینجا داد و ستد بکنیم، ما در اینجا به آماده از این باشیم که در مذاکرات بر موقف خود استادگی بکنیم، ولی در یک مرحله باید ما به یک توافق برسیم و تفاهم برسیم. اینمی خودش هنر سیاست و هنر مذاکره در امی است که شما چطور از یک موقف خاصی که دارین به یک موقف تفاهمی برسید. اما یا هنرمندای موجود ما در اهرم سیاست یک قابلیت دارن؟ هنوز هم ظاهرن اختلافات قدرت بین آقای عبدالله و آقای غنی بر سر امو نقش شورای عالی مصالحه در صلح پا بر جاست و هنوز هم اختلافات جدی بین علاقات سیاسی وجود داره. فکر میکنین که امی شانس را یا امی تهدید را که شما رویش اشاره کردین اینجا درک شده باشه، عزم شده باشه؟ بسیار تدریجی، بسیار بتی پیش میره امی درک. بعضی ها درک کردن، میبینه که بعضی ها درک کردن حساسیت ها را. در اینجا ببینین، آینده یک کشور و یک ملت در میان است. اینجا موضوع یک شخص نباید باشه، یک گروه کوچکی که یا در ارگز یا در سپیدار است یا در کدام جای دیگه است نباید مطرح باشه. اینا باید بدانن که رسالت تاریخیشان در برابر تاریخ و در برابر مردم امی است که در امی مقطع خاص که جنگ دیگر جوابگوی مشکلات مردم افغانستان نیست و ما باید از راه صلح و مفاهمه به یک نتیجه برسیم، و اونایی که هنوز هم نسخه جنگ و نسخه جنگ داخلی و نسخه جنگ‌های میلیشیایی و نسخه جنگ‌های نیابتی را پیشکش میکنن، بزرگترین خیانت در حق مردم. قبل از اینکه به خانم سمر برم، چند چیز من براتون مثال میدم. صلاح‌الدین ربانی از حزب جمعیت نمایندگی میکنه و قبل خودش در حالی که آقای عطا محمد نور مدعی رهبری حزب است و آقای حکمتیار عزیز به بعد اسلامی افغانستان طبیعی از طرفدارای خود در افغانستان در مرکز و ولایت داره، آقای کرزی جمهور پیشین یک حلقه کلان سیاسیون هم دور برش است، هر سه بایکات کردن شورای عالی مصالحه را و روند را که حکومت دنبال میکنه. فکر میکنین که این اختلافات میتونه تا یک حد چالش ایجاد کنه، صد ایجاد کنه برای پیشرفت دفاع نمادین جمهوریت که حکومت بیشتر روش انگشت میگذاره، یا نه؟
متاسفانه که بله، اگر این حالت دوام کنه مشکل خلق میکنه، اجماع صورت نمیگیره، امو دستبندی که لازم است و امو موقف گیری که لازم است قوت کافی نمی داشته باشه. ولی من مشکل در یک جای میبینم و مشکل در رهبری میبینم. ببینید این کار امو رهبر کشور است و امو حلقه رهبری کشور است که امروز او حلقه به دست در 5-6 سال گذشته به دست ارگ ریاست جمهوری بوده. آقای عبدالله صلاحیتهایش محدود بوده، همه ما شاهد ازی هستیم. آقای کرزی هم مالوک دار در موضوعات اجرایی دست نداشته، اگر داره نفوذ سیاسی و مردمی داره، همینطور دیگرا. لحاظا کسی که باید این موضوع را، جایی که مرجعی که باید این موضوع را جمع میکرد، این موضوع را برش رای حل پیدا میکرد، همه را در یک مسیر قرار میداد و بازی های سیاسی را برای نمینداخت، ارگ ریاست جمهوری و کسایی بودند که صلاحیت عام و تام در خلال 5-6 سال گذشته به دست داشتند. ولی متاسفانه که با این موضوعات بازی شد، همونطوری که با موضوع اسرا بازی شد، با موضوع از این که پروسه امریکا برای آن داخته خوب است یا بد است، بالاخره منجر شده به رقابت های عجیب و غریبی که نباید به این حد می رسید. حال ما با امریکا هم می خواهیم چالش بر از او چلنج بتیم و چالش خلق کنیم که اگر تو باشی یا نباشی ما رای خود پیدا می کنیم. من نمی خواهم که او را چی خواهد بود به جز از این که جنگ تشدید پیدا کنه، ولی مسئولیت به دوش کسانی است که اونا را امروز خوا مردم خوا کدام مرجع دیگه در قدرت قرار داده. اینا باید وظیفه خود انجام بدن و امیدوار هستم که از این بعد این وظیفه خود در دقایق آخر انجام بدن. بسیار زیاد تشکر. بس اینی مرا با خانم سمر جمع میکنیم. خانم سمر، حالا شما تا بعد این موضوعات را تا حالا دنبال کردین، وضعیتی که در سیاست گذاری حکومت افغانستان سپیدار و جنای سیاسی دیگر در ارتباط با صلح بوده، چقدر کارهای نیمه تمام باقی مانده و به قول شما چیگونه باید تمام شود؟ چی کارهای نشده که باید خیلی عاجل و انجام شود؟ در شاید فیلی. من فکر میکنم که تفاهم سیاسی و اشتراک مردم در این قضایه، حالا اشتراک تمام مردم ممکن نیست، اما اشتراک کسایی که از مردم نمایندگی میکنند. ما اگه این کار انجام نتیم و با یک اجماع یا با یک اتحاد دست نیافیم، شکاف ها متاسفانه به نفع طالب تمام میشه. به اون خاطر است که ما توقع معیی است که از رهبرا به خصوص یک اصل رهبری همی است که مردم جمع بکنه. نباید رهبرا وظیفهش این است که مردم تیت بکنه، مردم بیشتر پراگنده بکنه. به اون خاطر ما توقع میکنم که سیاسیون ما و کسایی که در رأس قدرت قرار دارن ای آبامی توانمندی برسن و رسیده باشن و بفهمند که آل شرایط قسمی است که ما باید متحد باشیم و یک دست عمل بکنیم. در غیر از اون ما عملا زمینه رو بر آمدن طالب با قدرت بیشتر مساعد میسیم. اجماع سیاسی دقیق منظورتان چی است؟ چی باید؟ چی گونه؟ خب کسایی که دخیل است در مسائل افغانستان و واقعا یک تعداد مردم از اونا پشتیبانی میکنه، اینا باید متحدانه پشت هیئت مذاکره کننده و یا شورای عالی مصالحه استاد شوند و واقعا صادقانه با تعهد سیاسی از امو یک پروسه پشتیبانی بکنه. حالا حکومت مدعی است که خانم سمر، حکومت مدعی است که ما افراد شامل لست شورای عالی مصالحه ساختیم، ما در لوی جرگه مشورتی صلح اینا را خواستیم، اما نهایتا اینا در دقیقه 90 بایکات کردن از این روند. حالا ما بیشتر از این چی باید بکنیم؟ نه، من فکر میکنم که البته این کار ما شما نیست، کار کسای دیگه است که باید انجام بدن. اگر مشوره کافی با اونا میشد و شده باشه، اگر اونا بایکات بکنن به نظر من اشتباه میکنن. ولی اگر مشوره با اونا صورت نگرفته باشه و یک تصمیم بدون مشوره از اونا گرفته باشه و نامشان اعلان شده باشه، طبیعی است که مردم دلخور میشه. ما باید این نزاکت ها رو بفهمیم که چگونه برخورد بکنیم. ما میشناسیم مسئولین و رهبرای سیاسی و اینا رو میشناسیم. خانم سمر، آخرین پرسش چون وقت ما کم است، اگر حکومت با نوع نگاه موجود و صرف نظر از حل اختلاف شکل یافته که شما روش انگشت گذاشتین ادامه به بازی صلح با طالبان را، فکر میکنین که نتیجه چی خواهد بود؟
البته می خواهیم بگویم که طرفدار حکومت افغانستان یا طرفدار تیم جمهوریت در دنیا بیشتر است، چی در سطح منطقه چی در بیرون از منطقه. حالا این ارتباط میگیره بازم به توانمندی ما، که ما چقدر واقعا توانمندی لازمه داریم که بتانیم در میز مذاکره طرف دیگر قناعت بدیم و چقدر سر طرف مقابل جمهوریت فشار وارد میشه از طرف کشورهای منطقوی و از طرف کشورهای بین المللی. یک واقعیت است. ما تنها درست است که نیروی اصلی و اساسی برای آوردن صلح در افغانستان مردم افغانستان است و حکومت افغانستان است، اما هم کشورهای منطقه رول داره و هم کشورهای جامعه بین المللی دورتر از منطقه. بسیار زیاد تشکر خانم سمر از اینکه حضور یافتین، تشکر از آقای صمد همچنان که با ما حضور یافتن. ما در حال از پیچیدگی های بحث صلح صحبت میکنیم که طالبا در بود نظامی گسترش ساحه نفوذ خود را از ولایات به مرکز به پایتخت هم گسترانیدن و حلقه معاصره طالبا در بود نظامی در چهار اطراف کابل بیشتر از پیش نگرانی خلق کرده، پغمان، شکردره، ریشخور، خاک جبار و ممکن برخی مناطق دیگه که تا حد زیاد شاهد تحرکات علنی طالبا، انتقال بیرقهای طالبا هست و نهایتا این نشان میده که از بود نظامی هم یک فشار مرئی بالای حکومت افغانستان هست که اگر قرار باشه که بحث مذاکرات به نتیجه نرسه چقدر قابلیت دفاع از پایتخت حداقل در شرایط موجود وجود خواهد داشت. یک وقفه کوتاه زود بگم. دوباره خوش آمدین. در این نیمه ما آقای امیرگل شاهین نماینده مردم کابل در ولسی جرگر از کابل و آقای فهیم کودامنی فعال سیاسی و یکی از شاهدای تحرکات طالبان در شکردر هم شما از کابل داریم. مردم میمان خوش آمدید میگم. بس را با آقای کودامنی میخوایم آغاز بکنیم. بسیار خوش آمدین آقای کودامنی. این تحرکات تا یک حد ما شاهد ازی بودیم که شما هم در صفحه فیسبوک تان نوشته کرده بودین در شکردره و از رفت آمدتان و پغمان هم تا یک حد زیاد آگاه است. مردم دیده میشم و عکسای فیسبوک شما. وضعیت چگونه است حداقل در درون؟ چقدر قابل نگرانی است این تحرکات از دید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب شاهین صاحب و تمامی بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز. متاسفانه وضعیت در منطقه حتی بدتر از اون چیزی است که در رسانه ها پخش و نشر میشه. من همین لحظات پیش هم کافی مکتوب های را دریافت کردم که طالب ها در ولسوالی های شکردره، پهمان و بعض جاهای دیگه برای مردم اخطار دادن که زمیندارها باید عشر و زکاتشان را برای طالب ها بتن و به همین رقم خبرهایی را دریافت کردیم که حتی دیشب ناوقتهای شب در منطقه دره گله قریه غازه مربوط ولسوالی شکردره یک گروهی از طالب ها ملای مسجد ناوقتهای شب لتکوب کرده بودند و از او خواسته بودند که خانه افراد حکومتی را که بخصوص در پلیس، وزارت دفاع و امنیت ملی کار میکنن با اونا نشان بتن. وضعیت در ولسوالی ها خیلی خراب است. یک شرید همینطوری از پهمان تا شکردره تا فرزه در همون دامنه های کو و قریجات نزدیک به دامنه های کو به شکل دوامدار طالب ها فعالیت دارن، تانستن سربازگیری بکنن. گرچه عملیات که چند پیش در شکردر صورت گرفت تا جای تاثیر خودش را گذاشته، اما ما توقع داریم که برای پاکسازی طالب ها در همه کشور و ویژه این مناطق نزدیک به پایتخت همه موضوع میثاق امنیتی را که روی دست گرفته شده حمایت بکنن. به ویژه قبل از میثاق امنیتی لااقل ما یک حکومت موجود داریم در اوج پلیس است و قطعات امنیتی است که قاعدتا باید امنیت بگیرن. از ولسوالی پغمان چند روز پیش که ما اطلاع داشتیم لااقل دو سرباز فکر کنم در منطقه دره راست کشته شده بودند. من نمی‌فهمم چقدر درست است چون ما هم شنیدم از اونجا. آیا مجموعی فعالیتایی را که شما گفتین، این تحرکات را گفتین، بیشتر از طرف شب است یا روز هم این تحرکات وجود داره؟ اغلبا از طرف شب است. اینا شب ها میان
در بعض مناطق حتی راه را مسدود میسازند، موترها را تلاشی میکنند. در بعض قریجات که گزمه های پلیس به شکل مداوم نیست، اینا میگردند، مردم را میرن بازجویی میکنند. کسایی که در باغهایشان شبها آبرانی به اصطلاح وطنی ما میکنند، از مردم اینا پرسان و جویان میکنند. شما در مورد حضور پلیس و نیروهای نظامی دیگه حکومتی گفتید، به نظر من میثاق امنیتی میتونه یک پل ارتباطی بین حکومت و مردم باشه. ما برای مقابله با دشمن نیاز بیشتر داریم تا مردم شریک شوه با حکومت. همکاری مستقیم و مسئولانه مردم میتونه ریشه های دشمن میثاق امنیتی از دید شما یعنی چی؟ در حالی که ما پلیس داریم و اونا باید کار کنن، باید امنیت را تامین کنن، حالا استخبارات که آقای محب از قدرت عزیز صحبت میکرد یا ای قدرت نظامی که آقای صالح در برابر طالب را برخ میکشه کجا هستی؟ پلیس و اردو و همه رقم امنیت ملی بدون شک فعالیت میکنند، اما در این نهادها اصل طوری است که باید تمام شهروندهای افغانستان در نقاط مختلف کشور وظیفه انجام بدن. مثلا در ولسوالی شکردره فکر کنین یک پلیس می باشه، از بدخشان یکی پلیس می باشه، از نورستان. اینو بلدیت و شناخته که مردم محیط دارن به او اندازه اینا ندارن. ما در یک شرایط عملا در جنگ هستیم با دشمن. به نظر من همکاری مردم محل میتونه قوت نیروهای دولتی رو چند برابر بسازه در مقابل بسیار بسیار. یک فراموشم نشه کدامنی صاحب، قبل از اینکه به آقای شاهین برم، آیا امی افرادی که تحرک دارن در این ولسوالی‌هایی که شما نام بردین بیشتر مردم محل است یا از جای دیگه وارد شدن؟ مردم چی میگن؟ خودشان افراد بومی منطقه هستن که یا یک از گذشته ها با طالب ها بودن یا به دلیل داشتن دوسیه های جرمی فرار کرده بودن یک مدت زیاد، حال سر و گردنشان از کنار طالب ها پیدا شده. اما طالب های بیرون از منطقه هم زیاد از منطقه ما که هستن، بیشتر مسیر رفت آمد طالب ها از ولایت های مثل غزنی، لوگر و میدان وردک به ولایات شمال هستند. قرار معلومات تایید ناشده که من همین امشب دریافت کردم این بود که شب قبل والی پروان مربوط طالب ها از همین مسیر شکردره گذر کرده بودن، رفته بودن او طرف و از غزنی فکر میکنم آمده بودن. خب اینا دوامدار در همین راه ها رفت آمد دارن. اگر میثاق امنیتی عملی شود، ما در تمام قریجاتی که مسیر رفت آمد طالب ها و داعش است، فراموش نکنیم ما و شما که ما در کل فعلا با دو گروه کلان تروریستی درگیر هستیم در افغانستان. حتی مسئله مذاکره و صلح هم که با طالب ها در دو هفتش برده میشه، یا بعضی از آدرس ها میشنویم مسئله بیرون رفتن قوای نظامی ایالات متحده امریکا را از افغانستان. به نظر من کاملا یک بخش دیگه گروه های تروریستی را که داعشی ها هستن خوش کردن. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر آقای کدامنی. آقای شاهین با ما هست، بسیار خوش آمدین. آقای شاهین شما نماینده مردم کابل در پارلمان در ولسی جرگه افغانستان هستین. آقای کدامنی از تحرکات صحبت کرد، حالا بس روی میثاق شهروندی و اختلاف نظری که بین پارلمان و حکومت وجود دارد تا یک حد زیاد قابل مکس هست. برخی از دیدگاه ها هم در درونی است که ممکن برخی تحرکات تصنعی باشه برای پذیرش بحث میثاق شهروندی یا موضوعات دیگه. حالا تمثیل اراده مردم در پارلمان و نگرانی هایی که باید شریک شوه حداقل در حوزه کابل در کجا است؟ آقای شاهین شما چی میکنین با وجود از اینکه نگرانی ها قابل مکس است و آقای کدامنی روی از او انگشت گذاشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فایز صاحب زما سلامونه تاسو ته، محترم ورور کدامنی صاحب ته، ستاسو همکاران او ټول افغانانو ته وړاندې کوم. جناب فایز صاحب، د کابل امنیت چې کم دا په دې وسو کې خراب شوی ده،
دغه میثاق شهروندی چې دوی نوم پیوري کیدا او پراس کې جناب صالح صاحب دا مونږ تیر ورځ هم پارلمان کې په دې باندې ډیر بحث وکاو. زه په اول قدم کې له ټولو کابلیانو نه معذرت غواړم چې هغه کومې وعدې مې ورسره کړې وې نو په دې یو نیم کال کې هغه مونږ پوره نشو کړلای. په حکومت کې ډیر زیات مشکلاتونه دي، حتی د مونږ د یو وکیل غږ امیر دی اوزې نه اوري. دا پرېده چې قومندان دی امنی، دا پرېده چې وزیر د داخلي او همداسې جناب مویب صاحب او نور دوستان چې په راس کې دي حکومت دي. تاسو وګورئ کله چې وزیر صاحب د داخلي ته مونږ وکیل صاحبان د کابل مراجعه کوو چې د کابل وضعیت ډیر خراب ده، په ولسوالۍ کې په داخل د ښار کې طالبان تدارکات لري، دلته مشکلاتونه دي او هر ورځ د مونږ ښاریان د مونږ افغانان مونږ سره تماس نیسي، مشکلات سره مواجه. نو وزیر د داخلي په خورا ډیر په یو هغه باندې چې تیره ورځ د ما مجلسو سره او نوما ته ویلي چې ټول صلاحیتونه تقریبا له موږ نه شورای امنیت اخیستي دي، نو دوی سره کوم صلاحیت نشته. حتی یو امیر د اوزې چې مقرریږي باید د مویب صاحب له امضا نه دی تیر شي او هغه هلته مقرر شي. نو موږ داسې یو مشکلات سره اوس مواجه. دغه میثاق شهروندي چې دوی نوم پیښی ده د ما په اند باندې دا به هم هیڅ نتیجه ورنه کړي. دا هم لکه دسترخوان په شان باندې به فقط هغه یو څه امکانات چې دي یو څه ایف و میلف به سي او دوی به په خپلو منځو کې ویشي دا هم کومه نتیجه نه ورکوي. ښاغلی شاهین، زه لااقل د دغه میثاق په تعریف پوه نه شوم. تاسو ته تشریح درکړل شوي دا میثاق څه مفهوم ده؟ یو قرارداد ده، الزامي ده، اخلاقي ده، چه ده نهایتا؟ په دې باندې مونږ هیڅ نه پوهیږو جناب فایز صاحب. داسې یو موضوع ده د مقننې قوې ترمنځ او د اجرایه قوې ترمنځ ډیر زیات مشکلات دي. په دغو نږدې وختونو کې مونږ سره هیڅ وکیل صاحب سره دا نه مشوره سوې ده، نه مونږ پارلمان ته دا طرحه رالیږل سوې ده. هر څه تصمیم چې حکومت نیسي او خپله هغه اجرا کوي په هغې کې بیا دوی ناکامه پاتې کیږي. د دې په نتیجه باندې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی ده او د دې فنډ له کوم ځای نه کیږي، دوی دا امکانات له کوم ځای نه کیږي، دوی څه رقم په دې څلور دیرشو ولایتونو کې دا تطبیقوي. دا به وخت او زمان وښیي. اما مونږ په دې باندې اعتراض وکاو تیره ورځ په پارلمان کې، نو موږ ویل چې دا نتیجه نه ورکوي، باید په خپلو پولیسو باندې په خپلو اردو باندې باور ولرو. دوی موږ او تاسو حمایت کو. متاسفانه چې حالات بل طرف ته روان ده. دلته د ملیشا او هغه پخوانی لسیزو ته د موږ حکومت روان ده. د موږ په ان باندې دا به یو سخت ناکامۍ سره موږ مخامخ شو او ډیر ولایتونه به هم د موږ په داسې چې دا حکومت روان ده سکوت سره به مواجه سي. زم دې چې تاسو په کابل کې د کابل استازي یاست، له اقل د نورو ولایتونو استازي په کابل کې ژوند کوي او د کابل د ناامنۍ اندېښنه څه د غلو لخوا څه د طالبانو د تحرکاتو لخوا ده، په هر ترتیب یو د مکس ټکی ده په پارلمان کې، څه ویل کیږي؟ له اقل تاسو لاستزن ناستئ په پارلمان کې یا کوم تدابیر هم شته چې وکارول شي تاسو باندې؟ ګوره، دغه دوره اولسمه دوره د تیرې دورې په شانته نه ده. ډیر ښه کدرونه پارلمان ته راغلي دي او په وطن مین وکیل صاحبان راغلي دي. دا د زه د خپل د ځان لپاره نه وایم، ټول افغانانو ته معلومه ده. خو یو شی ده لکه ما چې مخکې وویل چې زه له خپلو هیوادوالو نه معذرت غواړم. قسم په خدای شپه او ورځ باندې مونږ کار کوو. ټول افغانان خصوصا کابلیان پوهیږي چې زه څومره مصروفه یم. د خپلو موکلینو لپاره مې درې څلور دفتره په کابل کې دي چې زه دوی سره روزانه لیدو کاته کوم. اما د موږ غږ دولت نه اوري. موږ چې کومه طرحه ورکوو موږ سره هیڅ غوږ نه جنګوي. دوی چې مغه څه خپله جوړوي هغه خپله تطبیقوي. پارلمان چې هر څه وایي، تاسو ولیدئ چې موږ دسترخوان رد کړ چې 240 میلیونه ډالرو باندې باید موږ ته فابریکې جوړ شي، موږ هغه بې وزله افغانان په کار وګمارل شي. متاسفانه برعکس هغه موضوع سوه. رئیس صاحب جمهور وغوښتل چې هغه پروژه تطبیق کړي په افغانستان کې. نو زه وایم چې حکومت وکیلانو ته غوږ نه نیسي. حکومت چې څه خپله غواړي هغه تطبیقوي. نو وبګورو فعلا لپاره دغه اوس خو حکومت ناکامۍ سره مخامخ ده. نو په آینده کې وګورو چې دوی کامیابه کېدلی شي که نه. په هر مجلس کې چې حکومت دایره‌ای لااقل د ولسي جرګې رئیس او د مشرانو جرګې رئیس دواړه د ولسمشر څنګ په څنګ ناست وي، آیا تاسو خپل په منځ کې یوه مشترکه ژبه لرئ د هیئت اداري او د وکیلانو ترمنځ چې دا مسله لااقل په یو شکل مطرح شي له ولسمشر سره، یا نه؟ نه، داسې هم په هیئت اداري کې هم تاسو ولیدئ جناب فایز صاحب چې موږ مشکلات لرو. موږ نه وایو پارلمان کې هم د موږ مشکلات شته دي.
هغه څوک چې د سپینې خبرې اوس د تاسو او د ټول افغانانو په مقابل کې کوي دا جوریت څوک نه لري چې د جناب رئیس صاحب جمهور پر مخې وکړي، دا جوریت څوک نه لري چې د امرالله صالح پر مخې وکړي یا د محب صاحب. تېره ورځ چې کوم علما تورو کېده له پارلمانه زه شورای امنیت ته غوښتل سوی وم او هلته مې محب صاحب ته وویلې چې وزیر د داخلې دی، وزیر د دفاع دی، رئیس د امنیت ملي دی، کوم راپور چې دا تا درکوي چې په وطن کې هیڅ مشکلات نشته 80% غلط ده. زه چې څه درته وایم د ملت له ادرس نه درته وایم، ملت د ما په هر ولایت کې کړیږي. زه یو د کابل استازی نه یم، د 34 ولایتو خلک په کابل کې ژوند کوي، مونږ ته یې رایه راکړې ده، مونږ هر ولایت سره تماس لرو، اما په دا یو غوږ باندې د مونږ خبرې ورځي او په بل غوږ باندې وځي. ډېره زیاته مننه. مونږ 2 دقیقې لرو، دا بس رانغاړو. تاسو د خلکو د ملي ترمنځ تاسو دواړه په کابل کې هستئ او لااقل دغه موضوعات لکه عام خلکو لمسولی شئ چې وضعیت ښه نه دی، که دغه وضعیت کنټرول نه شي څه راتلونکي دي فکر کوي راتلونکي ورځو یا میاشتو کې؟ له تاسو به یې پیلوم، یو دقیقه هم ښاغلي کودمن ته وخت د ما په آن باندې خو که دوی یو جدي تدابیر ونه نیسي، خصوصا په وزارت داخله کې یو تغییرات رانسي، نو دا مشکلات به ورځ تر بلې لوړ سي او حتی د ارګ تر څنګه به راورسېږي، دا نام نه وي. نو موږ همیشه وخت دا پیشنهاد کړی ده چې په وزارت داخله کې هم مشکلات شته دي. کله چې وزارت ما مخکې وویل وزارت داخلې ته موږ مراجعه کوو، هغه وایي چې ټول صلاحیتونه موږ نه شورای امنیت اخیستی ده. نو اوس موږ داسې یو مشکلات سره مواجه یو، نو به ګورو چې حکومت څه تصمیم نیسي په دې راتلونکو ورځو کې، څه تغییرات راځي خصوصا په پایتخت. ډېره زیاته. آقا کودامن، یک تصور همی است که ممکن برخی از تحرکات تصنعی باشه برای قبول برنامه های کلان حکومت مثل میثاق امنیتی که پارلمان مخالف از او است، ممکن وقت تحرکات شکل داده شده باشه. این دیدگاه تا اکده میتونه امود در تیوری توتیه قرار بگیره یا واقعیت. حالا آنچه که هست فعلا اگر رویش کار نشه و اختلافات موجود ادامه پیدا بکنه، چی قابل تصور است فکر میکنین در مورد پولای کابل؟ ما در یک شرایطی نیستیم که قوه مقننه با قوه اجرایه بین جنگ های زرگری را بندازن. من گپای وکیل صاحب که شنیدم واقعا بر من به عنوان یک شهروند عادی کشور متاثر کننده هستم. وکیل صاحب، ما زیاد توقع داریم از همیتان که برین با حکومت با قوه اجرایه همکار شوین در شرایط حاد و حساسی که ناامنی تا نزدیکی های پایتخت رسیده، نه ای که شما وزیر داخله یا هر وزیر دیگی را به چالش بکشین که برادرزاده شما را بچه خاله تانه یا خسربره یا کس دیگی از نزدیکای تانه عامر حوزه یا قماندان امنیت تعیین بکنن یا نکنن. این جنجالایی را که متاسفانه من میبینم که عده از وکیل صاحب، البته با احترام به جایگاه همشان و شخصیتشان و با سپاسگزاری از خدماتشان، اما به خاطر جابجایی نزدیکانشان اینا وزارتخانه‌های مختلف را به ویژه وزارت داخله را یا امنیت ملی را یا وزارت دفاع را یا همین قسم حتی شورای امنیت ملی را که اینا میخواین زیر فشار بیارن و در اذهان عامه اونا را کامیا ببخش ناکام وانمود بکنن، به نظر من این همراهی با دشمن است. بسیار تشکر آقای کودامن، وقت ما کاملا تمام شد. وقتی یک وکیل پارلمان این قسم ناامیدان است. وقت ما تمام است آقای کودامنی عزیز، گوزی رفتین. تشکر از شما، از آقای شاهین، از خانم سمر و از آقای سمت. شما بینده از یک دیدن بس مردون بال کردین. تا بعد.